به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن، دیناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدن که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن، دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیاب محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرش هم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن، یارو میخواد روزی 15 دفعه با 15 نفر بره فاطمه زهرا رو میکشه جلو، یارو میخواد کلاه یکی رو برداره امام حسین رو میکشه جلو، کلاه یکی دیگر رو میخواد برداره دزدی کنه مالش رو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کار رو کرده، منم باید بکنم، میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کار کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه، اصلش دزدیه. دزدی روزی که حضرت رسول فرمودند به کاروان ابو سفیان در نخله حمله کنید و از آن غنیمت بگیرید، این معناش دزدیه. پایه قدرت اسلام از اونجا شروع شد. در هجوم تازیان بار دوم به کشور ما اومدن برای دزدی، ما نمی فهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار می دادیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن این دزدا. این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس طبیله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند.
تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفته این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو بره تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجا را میفته. حوری مثل این که تلفنمو یادم رفته خاموش کنم، ببخشید. این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، با ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم، حوری به همون میدن. حوری وقت زنا این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنها به من اعتراض میکنن، پیروزا یکشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چیکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نین است، بازی نین است. منتها یه ده خودشون میخوام بزنن به خریت، قسمت دومشو ببینن. بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم. همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی، برای من فرق نمیکنه. من مملکتم اول باید درستیه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتا فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه، آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی رو که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمی بینم. اینقدر به من تلفن نکنید این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه؟ این تلویزیون کیه؟ افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم. من اهل خردورزیم.
30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن، به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی، فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن، روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو چی عقیدت چیه به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان‌تر شده، تاسوعا عاشورا را انداخته، مسعود رجوی تو غیبته، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش که میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن، اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه می‌دارن؟ این بازیای طبل و سنج و نمی‌دونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه‌های این چیزا رو داشتیم، این نمایشا رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتون هم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21. اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن، روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیلهی که به دنیا آمده و این که میگم طبیله، چون توی تورات توی انجیل میگه توی طبیله، استابل میگن، طبیله نمیگن ببخش، چون بعضی و بعدشون میاد و گفت استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن غمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون جوری که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولکبازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقه هم همین جور بود، الان مسابقه دارن کی تبلش گنده تره، کی شطورش گنده تره، کی هنفشه های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد، بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت،
مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان، علی بالاترین مقام در مشاوره را داشت. آخوند شیعه میگه بی خود کرده و تو هم میگی با. روزی که ابوبکر اومد خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشی ها. ابوبکر که دلایلش این بود چون ما از طایفه قریشی، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستون گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید، نه وحیی بوده نه اللهی نه علکی، صبح خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این ور اون ور جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردن، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود، علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود. سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید. جنگ های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و شمشین ماشین آدمکشی بود.
تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد. و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا من زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت. بهشت رو تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذاهایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چش و گوشتون رو وا کنید، تاریخ رو بخونید. اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم، چه برسه فرقه های دیگه. حالا فرقه های دیگه رو امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو. یزید گفت پول چیه هر ما بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگیرمش میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی. امام هم نمی گفتن، اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گفت به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا رو هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شماها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گول خورد. برای اینکه به اینام اطمینان نداشت، پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسه. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورا که الان تو تهران هم هستن دنبالش راه افتادن. اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه. کشور عراق، اون کسایی که رفتن میدونن کبیر لم یزرع نیست،
اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزند فورت رازی، هم چیزی جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر ساله طغیان میکردند. این دجله و فرات که طغیان میکردند، در کنار اینها و در کنار نیل که هر سال طغیان میکرده، زمین طوری بوده که اینها میتونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در آمده دوباره در آمده. اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرزنت فورتلاز بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه، اما قبلا باید با یزید بیعت کنی، اگه بیعت کنی کاری باید نداری، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره. زبان اسلام زوره. بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید، یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن. غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا، الله که او قبول داره، دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن، میتونست این کارو بکنه، ولی میگه که من قدرت رو دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چی کار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره. تو مثل من فکر کن، از مرحله خارج نشیم. داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی، زجه میکنی، گوین که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده‌ای نه، هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروز این حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه، درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام، یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چون این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسین رو، که شمر اون بغل داشته سیگار میکشیده و امام حسین هم خوابیده بوده، اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته، حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی چی باور میکنه؟ مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره، امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن، این آدم ها پای منبرشون آدم ها میشینن گریه میکنن، نتیجتا میگن این مزخرفات رو 1400 ساله میگن.
و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارواراشون رو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم و اینا رو تو کتابا نوشته، هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه، هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگو آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که باید شیر؟ ببین تعزیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-8 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخوندها درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنه. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنه. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟ تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخ رو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش، نباید دستگیرش میکردند، ولی خب جنگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتن، برنامه‌ای هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم، چون من دشمنی با کسی ندارم که. حالا اومدن تا دعوا میکنی رجوی واسطه داره واسه امام حسین یا امام دیگه گریه میکنه، وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی، یه حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو.
مسئله ای که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ایم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده، جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست، علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط دوتا نداشته. یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه ای گفته هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندا نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهم رو میخواد بفرسته؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه ای حتی پول بلیط نداره، من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده، این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم سراغ فردا. این کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری. اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. و دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همین است که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته، دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن لا بی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست. میری روشن فکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه، اما من مسلمونم. میدونی گیج گیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه. اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفته کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد، اما من نمازام میخونم. بشینید راجع به این فکر کنید.
منو به فکر وامی داره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستانها و افسانه های جالب و مضحکش. بدون مقدمه میروم سر اصل مطلب. در این پست میخواهم به بیان چند نمونه از افسانه های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که میدانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمیتوانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاب‌علف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان میگذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصل خیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصل خیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همون صحرای جهنمی کربلا است که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمینی یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید. تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین می‌توان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهوازی که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملا زیر شهر را فرا گرفته و ساختمان بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره. میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت رو نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بعد خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند اکنون میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست اینکه در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد، و دومی که اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده، بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتی است که دوستانی که از ایران مینویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه برای من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند. احتیاج به این همه توضیحات نداره. در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته. مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند، مثلا گوسفند یا بز
برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند. باریکلده چون نقطه های خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده. عرب ها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند. میتوانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی. در کتاب بهار الانبار جلد 45 صفحه 398 و در تاریخ الشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه هارون رشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را که آنجا بود به عنوان نشانه قبر برای زوار و صاحبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهار الانبار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد، بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بذر افشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهار الانبار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قول ها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشت و کار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه می کشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب طبعی میخواد. ببین خامنه ای الان میگه برید به فلسطینیا کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغز شویی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش. دوم، حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه میرود و میگوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می یابیم. نخستان که نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی به آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا، ولی باز نمیدونم میتونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه ایست تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا.
اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکرده اند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکسی که نشونتون دادم. پس تیر حرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورتی که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی‌کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم، نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آن که برای چه حرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. حرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ حرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله مازوخیز حرمله مازوخیزم داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته، او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالب تر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمی رسم که این چیز رو براتون تموم بکنم، چون ساعت من یه مقداری تون تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه که وقت دارم یا وقت ندارم، بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بر نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هر چقدر میتونید سعی کنید این برنامه، اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش رو انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.